فرصت خوبی است که ما بشینیم با غرب و در رأس اونا امریکا یه گفتگو و یک مذاکره وسیع‌تری رو انجام بدیم. شاید اسمشو بذاریم مذاکره سیاسی. تابوی گفتگوی مستقیم ایران و آمریکا باید شکسته شود. بیان این سخن از سوی علی اکبر صالحی عضو ارشد هیئت دیپلماتیک ایران در مذاکرات هسته‌ای کافی بود تا اقلیت تندرو به او بتازند و بار دیگر انواع و اقسام اتهامات را حواله حامیان مذاکره کنند. صالحی در گفتگو با انتخاب اهمیت آغاز گفتگوهای سیاسی همه جانبه با ایالات متحده را یادآور شده است، تأکیدی که با حمایت گسترده تحلیلگرانی همراه شد که معتقدند باید از طریق مذاکره مستقیم بر این کشمکش تاریخی هزینه ساز پایان داد. اما تریبونداران جریان مخالف مذاکره باز هم تاریخ مذاکرات هسته‌ای را به صورت وارونه بازگو کرده و یک بار همه وقایع گذشته را کتمان و انکار کردند. آنها با طرح این پرسش که پیشنهاد مذاکره با آمریکا بر اساس کدام تجربه موفق قبلی مطرح شده، برجام را یکسره از معادلات خود خارج کرده و حتی تلاش‌های دو ساله دولت مطبوعشان برای احیای همان توافق را نادیده می‌گیرند. این جریان از گزاره تکراری تضمین سخن به میان آوردند، اما توضیح ندادند که در دو سال اخیر چه نسخه‌ای برای به دست آوردن این تضمین اندیشیده و اساساً چه نتیجه‌ای جز هزینه تراشی بیشتر به دست آوردند. جریان مذکور همان جریانی است که طی چند سال گفتگو با غرب با مدیریت سعید جلیلی تعاریف عجیب و خودساخته‌ای از مفهوم مذاکره ارائه کرده و کشور را تا آستانه یک جنگ تمام عیار اقتصادی پیش برد. ماجرا اما به اینجا ختم نمی‌شود. اخبار در گوشی حاکی از آن است که سال گذشته در شرایطی که توافق نزدیک بود، سر تیم همین جریان با انگولت‌ها مانع احیای برجام شد. یاران جلیلی در حالی به دیپلمات‌های دولت رئیسی می‌گویند مذاکره کن، اما مانند یک پیروز میدان جنگ همه غنایم دشمن را به چنگ بیاور که خود پیش‌ترین راه را به شکل دیگری آزمودند. جلیلی در 2146 روز مدت مسئولیتش به طور میانگین هر 238 روز در یک مذاکره حضور یافت و با تصویب 6 قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران به پایان مأموریت خود رسید. در این میان قطعنامه 1929 ایران را برای نخستین بار ذیل ماده 42 فصل 7 منشور ملل متحد قرار داد. قطعنامه‌ای که دولت وقت و همفکرانش آن را کاغذ پاره‌ای بیش نمی‌دانستند، امکان صدور مجوز اقدام نظامی علیه ایران را در اختیار اعضای شورای امنیت قرار می‌داد. نتیجه این تفکر وضعیت نامناسب کسب و کار و وابستگی بیش از پیش به درآمدهای نفتی و تنزل وضعیت اقتصادی و شأن اجتماعی فرهنگی مردم بود. مخالفان مذاکره با آمریکا موضوعاتی همچون پیوستن ایران به شانگهای، احیای روابط با عربستان و افزایش فروش نفت را خط بطلانی بر نظریه کسانی می‌دانند که معتقد بودند بدون برجام و FATF امکان وقوع هیچ یک از این اتفاقات وجود نداشت. با این حال آنها پاسخ مشخصی برای این دو پرسش ندارند. اولا اگر بن‌بست شکنی در سیاست خارجی به همین آسانی که میگویند اتفاق افتاده، چرا موضوع احیای برجام همچنان مسئله اول مسئولان است؟ و دیگران که آورده ملموس عضویت در شانگهای و بهبود رابطه با همسایگان بر وضعیت اقتصادی مردم چه بوده؟ فارغ از آن که عضویت در شانگهای بر اساس آنچه که در اساسنامه این سازمان همکاری هم آمده بدون لغو تحریم‌های شورای امنیت ممکن نمی‌شد، واقعیت آن است که سهم ایران از بازار 3000 میلیارد دلاری آن حتی به 0.5% هم نرسید. کار تهاتوری رو با اونها برنامه‌ریزی کردیم که ما مواد پتروشیمی بدیم، از اون طرف کالاهای اساسی رو بتونیم از اونها بگیریم. از طرف دیگر دولت مدعی دور زدن تحریم ها شده، اما همزمان به خاطر تحریم های بانکی نتوانسته پولی وارد کشور کند. در نتیجه به تهاتر روی آورده که عقب گردی نگران کننده به شمار می رود. امریکا دلیل آن چیزی جز ورود نام ایران به لیست سیاه FATF نبوده است. نتیجه عینی این سیاست نمایشی گسترش فقر و فقیرسازی بیشتر جامعه بوده، تا جایی که دغدغه نان را در صدر مشکلات مردم قرار داده است. علی‌رغم این شرایط، مخالفان مذاکره همچنان در دنیای خیالی خود از دستاوردهای موهوم سخن میگویند، موضوعی که نشان میدهد یا از واقعیات جامعه بیخبرند یا به سیاق گذشته رویدادها را تفسیر به مطلوب میکنند. از منظر اینها هر کسی ذره ای از شرایط واقعی و موانع دستیابی به شرایط آرمانی در خلال یک مذاکره را یادآور شود، بلافاصله با چوب سازشگر رانده می شود، بلعکس اگر نقطه مقابل یک مذاکره جنگ باشد. تبادل پیام هایی از طریق عمان با
طرف مقابل داشتیم. اما به نظر می رسد همان شرایطی که مسئولان را ناچار کرد تا دیپلمات ها را دور از چشم رسانه ها برای گفتگوی غیر مستقیم با همتایان آمریکاییشان راهی مسقط کنند، اینک نشستن دور یک میز و باز کردن باب گفتگوهای همه جانبه میان تهران و واشنگتن را ضروری تر از همیشه می دانند. فقط کافیست سیاستگزاران مانع از آن شوند که یک اقلیت افراطی برای سرنوشت همه مردم تصمیم گیری کند.